برابری ما هم اکنون در میدان ریپوبلیک پاریس هستیم، جایی که جنبش شب بیداران از 31 مارس به این طرف ادامه داره و حدوداً هر شب چند هزار نفر چپ شب بیداران یه مصاحبه داشته باشین در خود میدان ریپوبلیک. سلام به شما، لطفا شما به شما بگید که شکل‌گیری این نوع اعتراض اصولا کجا شده؟ این اعتراض دلایلش چی هست برای بینندگان بیدار؟ بله، در واقع اگر بخوایم به ریشه های شکل‌گیری این جنبش برگردیم، در فرانسه اعتراضات گسترده وجود داره نسبت به لایحه اصلاح قانون کار که خبرش به صورت گسترده پخش شده و دوستان احتمالاً در جریان هستن، و این اعتراضات به صورت مداوم و پیگیرانه ادامه داشته در فرانسه، در پاریس به صورت ویژه. از 31 مارس با اتفاقاتی که در بحث‌هایی که در جریان اعتراضات بین فعالین این جنبش به پا شد و در واقع ترسیم چشم‌اندازی برای آینده و در پیوند با سایر مشکلاتی که سیستم کنونی اداره جوامع موجود و به صورت ویژه در واقع بحران‌های سرمایه‌داری به پا کرده و میشه، این پرسش مطرح شد برای فعالین جنبش که حالا چگونه میشه ادامه داد و چگونه میشه بش رو گسترده کرد. بنابراین با فعالیت خیلی قدرتمند جنبش دانشجویی و جنبش دانش آموزان دبیرستانی در فرانسه و در پیوند با فعالین کارگری، در واقع تصمیم گرفته شد که جنبش ترک نمی‌کنه، انتخاب یک مکان نمادین رو در پاریس که میدان محل استقرار جنبش تداوم و گسترده کردن پیام جنبش انتخاب بشه، شبها مجامع عمومی مردمی در اون بپا بشه و سعی بشه اون میدون فضای عمومی تسخیر بشه و در دست فعالین جنبش باقی بمونه و از این طریق این پیام به سایر در واقع جنبش های با دغدغه های مشترک که در سرتاسر دنیا شاهد هستیم، جنبش های ضد جنگ، جنبش های ضد بله زد تبرم شده، روش های موجود در اداره جامعه و زمانش های که تقنیه سازماندهی شکل نوین از حیات شکل برابرانه از حیات دارن، در واقع پیام برای اونها فرستاده بشه که امروز ما نیاز به همگرایی مبارزات داریم و در واقع یک همبستگی و بحث بر سر آتیه. حالا این جنبشی که الان حدود اگر اشتباه نکنم حدود 22 روز ادامه داره، الان خواستاش حدوداً همون خواستاست یا گسترش پیدا کرده؟ چون اونجور که مشخصه در سایر شهرهای فرانسه هم جاهای پیوستن به اعتراضات اینا و یک این جنبش ظاهراً گذشته هم داره، این نسب جنبش در میدان التحریر مصر و بعد در وال استریت و مادرید و اینا، خب حالا شما میتونی بگی کار کرد این مجامع عمومی این جنبش چطور چه حدودیه؟ چپ از این حمایت کرده به طور فعال؟ نیروهای سندیکایی در چه مرحله هستند؟ آیا همگرایی هایی با اینها دارن ندارن؟ در واقع مصاحبه این جنبش به صرفاً پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار محدود نمیشه. بله، این در واقع یک ضرورت هست، باید این لایحه پس گرفته بشه، این حرف فعالین جنبش هست، ولی قابل تقلیل به این نیست. به خاطر همینه که در واقع سازماندهی میشد اون قانون را هدف در مورد وضعیت موجود و چگونه میگه برون رفت از صحبت کنه. بنابراین همونطور که اشاره کردید نمیتونیم بگیم که این جنبش های مردمی در یک ابداع نوینی هست که امروز شکل
اخیر شاهد این در مصر، در تونس، در یونان، در اسپانیا، در وال استریت این شکل تسخیر میادین، تسخیر فضاهای عمومی وجود داشته و شاید فرانسه اتفاقا آخر از همه به این جریان رسیده. گرچند در همون زمان جنبش برآشفتگان اسپانیا یک جنبش حمایتی قدرتمندی هم در فرانسه وجود داشت که ولی صرفا نقش جانبی و حمایتی داشت. حالا اینکه مطالبات امروز چیه، ما اگر بخوام یک دقیقاً در مفهوم مطالبه یک چهار تا نکته رو وسط بذاریم و بگیم مطالبات اینه، من فکر می‌کنم این کار دشواریه، به خاطر اینکه در حال حاضر این محل به محل برای بحث و در واقع تعریف اون مطالبات یا تعریف اون ضرورت اون چرا که باید پایه گذاشت و اون چرا که باید حذف کرد در هم شکست، یعنی لزوماً هم توافق بنیادی حاضرینی که شما الان تو مجمع عمومی که در برگزاری می‌بینید وجود نداره، بحث میشه، کمیسیون‌های مختلفی تشکیل شده، مثلا ما کمیسیون سلامتی که کمیسیون در واقع تو بحث بهداشت و درمان و در واقع شیوه سرمایه‌دارانه اداره این حوزه خدمات بهداشتی در واقع بحث میشه، راه حل‌هایی که برای برون رفت از اون وجود داره، کمیسیون فرانسه و آفریقا هست، خب که روابط این دوتا رو با هم دیگه میدونیم و به هر حال بخش عظیمی از مهاجرینی که از سالهای پیش در فرانسه هستن و اون سابقه استعماری و تمام اینها به هر حال کمیسیون مهمه، کمیسیون اقتصاد سیاسی وجود داره، کمیسیون زنان، کمیسیون فمینیسم، کمیسیون‌های مختلفی، کمیسیون اکسیون، کمیسیون فرهنگ و نکته‌ای که وجود داره این که هر کس، یعنی یک جمعی اگر در درون مجمع عمومی تشکیل بشه، در درون حاضرین مجمع عمومی، وقتی ما میگیم مجمع عمومی مردمی، هر آن کس که در این میدان حضور پیدا کنه و خودش رو متعلق به این جنبش بدونه عضو مجمع عمومی هست و میتونه پیشنهاد یک کمیسیون بده. مثلا همین امشب چند لحظه پیش ما پیشنهاد تشکیل کمیسیون بازخوانی تجربیات جنبش‌های اجتماعی رو داشتیم. همین نکته‌ای که شما گفتید درش مطرح شد که این شکل از در واقع سازماندهی جنبش‌های مردمی جدید نیست و تجربیاتی وجود داره که باید اونها بازخوانی بشه، ضعف‌ها و قوت‌هاشون، و بنابراین این کمیسیون پیشنهاد شد و موافقت شد که این کمیسیون تشکیل بشه و این کمیسیون‌ها بحث می‌کنن، بحث‌ها رو به درون مجمع عمومی میارن. اما هدف مهمی که وجود داره اینه که قرار نیست که، یعنی گفته صحبت و ادعایی که وجود داره در جنبش اینه که قرار نیست که جنبش به تسخیر این میدان و به این مجامع عمومی تقلیل پیدا بکنه. در واقع اینجا قراره که به عنوان یک محل دائمی بتونه پیام خودش رو به سایر جنبش ها و به اون مردم گسترده ای که در واقع مربوط میشه بهشون، مسائلی که در اینها مطرح میشه، اون پیام رو بفرسته و اونها رو به سمت جنبش فرا بخونه. اما شکل تاکید بر حمایت و ایجاد همزیستی بین اشکال مختلف مبارزاتی از اعتصاب ها، تظاهرات، اکسیون ها، تسخیر فضاهای عمومی و انواعش اشکال. خب رفیق بابک، الان برنامه های بعدی این تجمع چیه؟ این به اصطلاح در نشست هایی که دارن چه برنامه هایی تدوین کردن برای آتی؟ از جمله مثلا پیش رو داریم، اول ماه می رو داریم، مدتی دیگه بعد شنیده شد تظاهرات هایی میخوام بذارم، برنامه هایی میخوام، میشه توضیح مختصر برای بینندگان تلویزیون برابر در این مورد هم بدید؟ بله، علاوه بر این که هر شب این مجمع عمومی در میدان جمهوری، و من بگم این نکته رو که فعالین جنبش اصرار دارن که این میدان رو در این مدت میدان کمون یا میدان همگرایی هم بنامیم، یعنی که میدان جمهوری اسم رسمی میدان هست، ولی در این میدان در واقع هر شب این مجمع عمومی مردمی برگزار میشه و کمیسیون ها در حال برگزاری جلسه هستن و تصمیم گیری هایی میشه و هر زمان ممکنه که برنامه جدیدی یا تدارک دیده بشه. تا اینجایی که الان من میتونم بهتون اطلاع بدم، دو برنامه گسترده تدارک دیده شده برای 7 و 8 می و 15 می. 7 و 8 می در واقع فراخوانی داده شده که تمام فعالین جنبش های رهایی بخش، اگر بتونیم اسم رو بهش بذاریم، جنبش های اجتماعی که در واقع با مضامین و در واقع مطالبات بنیادین این جنبش ها و آرمان های اصلیشون هماهنگی دارن، فرا خونده شدن از کشورهای مختلف، از کشورهای مختلف و شهرهای دیگه فرانسه، که روز 7 و 8 می از صبح تا شب، یعنی 2 روز کامل در این میدون حضور پیدا کنن
فعالین مختلف با هم دیگه به گفتگو بشینن، تجربیاتشون رو، مهارت‌هاشون رو با هم دیگه در میون بذارن و با هم دیگه به امکان‌های پیش رو فکر کنن برای گسترده کردن این جنبش و برای رسیدن به اهداف مشترک. این دو روز اما در پیوند با یک اتفاق دیگه، با یک برنامه بزرگتر که عنوانش رو شب بیدار جهانی گذاشتن و قرار روز 15 می این اتفاق بیفته که فراخوانی داده شده در این زمینه، فراخوانی به فعالین این جنبش ها در تمام کشورها در سرتاسر کره زمین که میدان ها رو، فضاهای عمومی رو در اون روز تسخیر کنن و در واقع این برنامه 7 و 8 می هم در پیوند با همین هست، یعنی گفتگوهایی که قرار 7 و 8 می اتفاق بیفته در بین جنبش های فعال کشورهای مختلف، فعالین این جنبش ها در برای بر سازماندهی این برنامه هم هست. از طرف دیگه ما مراسم اول ماه می رو داریم که خب روز کارگر معرف حضور تمام بینندگانتون هست و در تمام کشورها برگزار میشه. در واقع در تظاهرات و به هر حال مراسم مختلفی که در اول ماه می برگزار میشه قطعا این جنبش حضور فعال خواهد داشت و از این فرصت برای گسترش اون سازماندهی و اون برنامه که برای 7 و 8 و 15 می تدارک دیده شده قراره که استفاده بشه. حالا رفیق بابک، این مدتی که حدود 20 از این تجمع میگذره، نحوه برخورد دولت، ارگانهای سرکوبش، اینا با این تجمع چگونه بوده؟ آیا درگیری‌های پیش اومده یا همیشه امشب که جو آرومی، آیا همیشه آروم بوده یا امشب استثناء؟ بله، برای قضاوت در مورد این مسئله، این ساعت و در واقع این شرایط رو نباید در نظر گرفت، به خاطر اینکه ما الان مجمع عمومی در حال برگزاری هست و تازه سر شبه و اینجا میدون عمومی، میدون بزرگ پاریس هست، میدون جمهوری و افراد مختلفی به این میدون رفت آمد دارن. اگه شما به اون سمت میدون برید میبینید که مردم عادی در حال در واقع گشت و گذار هستن و حمله های پلیسی در این ساعت معمولا اتفاق نمیفته. زمانی که یکم خلوت‌تر میشه و چون میدونید شب بیداران برنامه‌شون اینه که تا جایی که میشه با تعداد بیشتری شب رو تا صبح در این میدون سپری کنن، از اون زمان یعنی از نیمه های حملات پلیس هر شب تقریبا آغاز میشه و اتفاقا در مورد این موضوع ما با یکی از سرکوب‌های پلیسی منحصر به فرد مواجه بودیم که وحشیگری‌های پلیس در بسیاری از موارد بی سابقه بوده. مثلا گازهای اشک‌آور، نارنجک‌های دستی، های مشقی زخمی شدن. زیادی از فعالیت‌های اخیر کم سابقه بوده. قطعا بی سابقه نبوده ولی کم سابقه بوده در مورد این شکل از جنبش‌های. اگر شما الان بگردید در تمام خیابون‌ها و کوچه‌های اطراف نیروهای پلیس ضد سرکوب در واقع کردن و منتظر اون لحظه‌ای هستن که فرا برسه و حمله کنن. شب چادرهای علم کنن و شما اگر صبح زود به اینجا مراجعه کنید می‌بینید که با حمله پلیس چادرها پاره شدن، از میدون تخلیه شدن و دوباره ساعت‌های بعد دوباره فعالین برمی‌گردن. البته یک نکته‌ای هم که در مورد برخورد دولت گفتید، جدا از ارگان‌های مستقیم سرکوب، شکل دیگه‌ای از سرکوب در شکل گفتمانیش که وجود داره، به عنوان مثال فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هفته پیش در یک برنامه مستقیم تلویزیونی در برنامه گفتگو با شهروندان در مورد این جنبش ازش سوال شد و در واقع با در عین اینکه گفتش به هر حال خوبه اینکه مردم جدا خارج از نهادهای رسمی هم سیاست رو تجربه کنن، ولی در نهایت من تا انتهای این پروژه خواهم رفت و این قانون پس گرفته نخواهد شد به هیچ عنوان و یک شکلی از بی‌اعتنایی کامل به اعتراضات گسترده‌ای که تا این روزها در فرانسه در مصرف دولت شاهد. رفیق یونس هم رسید، رفیق یونس هم از فعالین جنبش بیداران هستم و شما اگه نکته دارید اضافه کنید. خب در ادامه صحبتی که در مورد برخوردهای خشن پلیسی صورت گرفته، شاید ارائه کردن یه مثال هم خوب باشه. مثلا چند وقت پیش همطور که شاید صحبت شده، بخش اصلی از بدنه جنبش دبیرستانی ها هستن. چند وقت پیش یکی برخورد با یه دانش آموز دبیرستانی صورت گرفته که
البته خب خوشبختانه یه بخشی از جنبش هم هستش که صرفا یه جنبش به قول معروف صلح طلب یا آرام نیستش، یه بخشی هستش که معتقده باید جواب این خشونت ها داد و در همین راستا یه تعدادی از دبیرستانی ها به دو تا جاندارمری کردن و شیشه سنگاش سنگ زدن، شیشه ها شکستن و اینجور اقدامات. یا تا حالا چندین منیفستاسیون، چندین تظاهرات تحت عنوان تظاهرات غیرقانونی در شهر صورت گرفت با برخوردهای شدید پلیسی، دستگیری‌های زیاد و غیره همراه بوده. من اینجا یه بیانیه هستش، به عبارت بهتر یه فراخوان بین‌المللی هستش که این توسط همین مردمی که اینجا جمع میشن چند وقت پیش صادر شده. بشه بگم که اگر شما به پشت مجسمه، یعنی در پشت مراسم مجمع عمومی برید، اینجا میبینید که یک کارگروهی مشغول به کار است به اسم کارگروه پرستاری یا درمانگری. در واقع این کارگروه مشخصا مستقر هست از خود فعالین جنبش در اینجا، کسانی که تجربه این کار رو دارن برای رسیدگی به زخمی هایی که ساعت‌های دیگه ممکنه و تظاهرات های خودجوشی که معمولا شب ها شکل میگیره. این از میدان جمهوری، برای اینکه معمولا ما دستگیری هایی داریم و فعالین تظاهرات های خودجوش رو سازماندهی میدن به سمت کلانتری های پلیس برای آزاد کردن دستگیر شده ها. آره اینجوری از یک سمت یک خشونت پلیسی وجود داره و از این سمت هم پاسخ‌های میشه سلامیز نیستن و گاهی با خشونت هم راهن در قبال پلیس. و من اینجا خواستم فقط یه بیانیه رو، یه فراخوانی رو بخونم که توسط رفیقمون بابک ترجمه شده، که توسط همین مردمی که اینجا صادر شده و این در واقع هدف اصلی این فراخوان هم دعوت به یک همگرایی یا یک اتحاد همگرایی بین المللی بودش. تسخیر میادین عمومی در سرتاسر جهان، همگرایی در پاکستان و به سوی دیدار جهانی ماه می 2016. در 46 روز از ماه مارس 15 دو هفته پس از بسیج عظیم جنبش شب بیداران همچنان در حال گسترش است. در بسیاری از شهرهای فرانسه و دیگر کشورها شب بیداری هایی پدیدار می شوند که نشان از امیدها و طغیان های مشترک دارند. تمامی آنهایی که گزارشان به میدان تسخیر شده افتاده و در این جنبش مشارکت کردند به خوبی می دانند که اتفاقی در حال رخ دادن است. ساکنان سرتاسر جهان، مرزها را در هم بشکفیم و با هم بهار جهانی نوینی بسازیم. روزهای هفتم و هشتم ماه می در میدان جمهوری پاریس به ما ملحق شوید تا یکدیگر را ملاقات کنیم، به گفتگو بنشینیم، تجربیات و مهارت‌هایمان را به اشتراک بگذاریم و شروع به خلق چشم‌اندازها و راه‌حل‌های مشترک کنیم و از همه مهمتر با هم به تدارک و سازماندهی سرتاسر، سازماندهی یک اکسیون بزرگ بین‌المللی با هدف تسخیر گسترده میادین عمومی سرتاسر جهان در روز 15 می 76 مارس بپردازیم. شاید اینجا یه نکته لازم باشه بگم که این نکته که در مورد 76 مارس یا گفته شد اینه که روز 31 مارس که در واقع این جریان شروع شده با این ایده که ما هرگز نخواهیم گذاشت که مارس تموم بشه، به همین ترتیب روزهای آتی رو به عنوان روزهای مارس میشمارن. 32 مارس ادامه ماه مارس، 32 مارس، 33 مارس و همچنین ادامه میدم. جنبش شب بیدار خلق فضایی برای همگرایی مبارزات را به عنوان اولین هدف خود برگزیده است. این همگرایی میتواند فراتر از این رود و در سطح بین المللی گسترش یابد. جنبش های بیشماری که در چهار گوشه جهان به مبارزه با بی‌ثباتی، زورگویی بازارهای مالی، ویرانی محیط زیست، جنگ و نظامیگری و تنزل شرایط زندگیمان مشغولند، بی ارتباط با یکدیگر نیستند. ما از طریق همبستگی، اندیشه و عمل مشترک با رقابت و خودخواهی و فردگرایی مقابله می‌کنیم. تفاوت‌های ما
نه دیگر نشانه منشأ تفرقه، بلکه مبنایی برای تکمیل یکدیگر و تحکیم نیروی مشترکمان است. ما مردمانی با افق‌های گوناگون محروم از صدا و بازنمایی، بار دیگر به صدا در میآییم و فضای عمومی را از آن خود می‌کنیم. ما سیاست می‌ورزیم چرا که سیاست مسئله همگان است. امروز دیگر نه زمان براشفتگی در تنهایی و انزوا که هنگام عمل مشترک است. ما 99 درصدی ها توانایی عمل و کنار زدن قطعی 1 درصدی ها و جهانشان را داریم تا از شهرهایمان، از محل کارمان و از زندگی هایمان بیرون رانده شوند. هفتم و هشتم ماه می در میدان جمهوری پاریس گرد هم بیاییم. پانزدهم ماه می همه با هم، همه جا شب بیدار، شب بیدار جهانی. Sur leur stand pour signer une pétition. Voilà, je laisse la parole au point technique et après ce sera à Nadir. Merci. Oui, bonsoir. Ben, j'avais un point technique juste pour dire par rapport au débat d'avant que je m'appelle Clément et j'étais au RSA. Le RSA, c'est 450 euros par mois et c'est nous qu'on appelle profiteurs quand on sait par contre que l'évasion fiscale, c'est 60 à 80 milliards par an. Donc après, j'aimerais bien savoir qui ruine le pays. Quand t'as 450 euros, il faut manger, se chauffer et se loger. Merci. Merci. Alors Nadir, est-ce que Nadir est là? Voilà. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Nadir Kéla, je suis président de l'association Banlieue Plus et le Quartier. Président de l'association Banlieue Plus et le Quartier, c'est une association qui milite dans les quartiers, dans les banlieues pour changer l'image et les clichés que les politiques nous ont imposés depuis toujours. Donc je voudrais vous remercier parce que ce que vous faites aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est extraordinaire de prendre conscience par l'action. Hein, parce que pour moi, la prise de conscience, ça passe par l'action. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est extraordinaire. Nous, dans les quartiers populaires, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui depuis la marche pour l'égalité et la justice. Je voudrais juste faire un petit rappel historique pour ceux qui ne le savent pas. Le premier mot...